حکم اعدام. حرف آخر تو بزن. 29 سال پیش من بازیگر تئاتر بودم و این آخرین دیالوگم بود. ما سال 1369 با چند تا از دوستانم، من متولد 51 هستم، 47 سال، 69 تئاتری کار میکردیم به نام حرف آخر. حرف آخر داستانش این بود که یک کتابی هست به نام وقتی آقا مدیر کارآگاه میشود. داستان از اونجا گرفته بود، یه طنز تلخ اجتماعی بود که یک بچه ای از مدرسه فرار میکنه و طبق همه داستان ها به زهکار میشه و سر از زندان در میاره. یه بار قاچاقچی میشه، اعدام میشه، یه بار جنایت میکنه، اعدام میشه و قصه لازم. همه این صحنه این بود که من باید میرفتم روی پیت حلبی میستادم، یه نفر هلم میداد و بعد من میافتادم، بعد که میمردم اون داد میزد حکم اعدام، حرف آخر تو بزن. سال 1369 زلزله اومد در رودبار و منجیل و هزاران نفر مردن. اون موقع حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طرحی گذاشت به نام دست‌های عاطفه و از هنرمندا دعوت کرد که بیاید بریم مناطق زلزله زده کمک کنیم به مردم این شهرها که آسیب دیدن. خب من 17 سالم بود، سوار اتوبوس شدیم، از جمعی از هنرمندای معروف کشورمون که امروز بهترین هنرمندای ایران هستن رفتیم اونجا. شب رسیدیم منجیل و خیلی اصلا معلوم نبود که اصلا منم سن 17 سالگی میدادم، خیلی اصلا سفر نرفته، حادثه ندیده و نمی‌دونستم اصلا چه خبر هست اونجا. یکم که استراحت کردیم ما رو بردن توی چادری، دو سه تا آقای خیلی شیک اومدن و کراواتی اینا با ما صحبت کردن، گفتن که ما روانشناس هستیم و اینها، گفتن که شما که این تیمی که امشب اومدید ماموریت خیلی خاص‌تری دارید. ما منتظر نمی‌بینیم چه ماموریتی داریم. گفتن که شما به یک کمپ مخصوص فرستاده میشید، به کمپی که بچه‌هایی نگهداری میشن که همه خانواده‌شون رو از دست دادن، پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و هیچ کس دیگه ندارن تو این دنیا مگر فامیلای خیلی دور. و این بچه‌ها به زبان عامیانه‌اش یه بیماری به نام بیماری غم‌باد میگیرن و میمیرن و شما باید برید اینا رو بخندونید که دیگه نمیرن. چه حسی دارید اگه 17 سالتون بود و شما رو مواجه میکردن با بچه‌هایی که خودتون احساس کنید که مسئول این هستید که اینها رو باید نجات بدید؟ و ما رفتیم اونجا، صبح بچه‌ها رو جمع کردن، ما با دوستامون سری همین تئاتر حرف آخر رو شروع کردیم تمرین کردن، رفتیم اجرا کردیم، هی میگفتیم حکم اعدام، حرف آخر رو بزن. بعد نگاه میکردیم بچه ها خب اصلا نمیخند، خب نبادم بخندن چون خیلی گریه دار بود. شب برگشتیم تو کمپ، گفتیم که اصلا بذاریم کنار هر آنچه که کار کرده بودیم و وارد خطوط قرمزی بشیم که اون زمان پدر من با من شرط کرد که هرگز در تئاتر کار روحوزی و سیاه‌بازی نکنم، چون میگفتش که ما تبریزی ها مثلا غرور خاصی داریم و دون از شأن ماست که کار سیاه‌بازی بکنیم. یه مقدار زغال جور کردیم، یه مقدار واکس پیدا کردیم و اینا و صبح شروع کردیم با لباس قرمزی اینا خودمون رو سیاه کردیم، برای بچه‌ها نمایش اجرا کردیم و بچه‌ها نخندیدن. اون شب آیسودا یکی از بچه‌هایی بود که توی کمپ مردش و در سپیدرود بدنش رو شستشو دادن. ما فردا هم نتونستیم بچه‌ها رو بخندونیم، باز هم مردن. پس فردا بازم نتونستیم بخندونیم، بازم مردن. تا اینکه نمیدونم یه ایده حالا به ذهن من رسید یا به ذهن یکی از بچه‌های دیگه رسید، قرار شد که توی محلول آب یه مقدار صابون رنده کنیم و بخوریم اینو، که پیشنهاد دادم هیچ وقت این کار نکنید، الان زخم اثنا حشرش رو دارم. و ما اینو خوردیم و بعد موقعی که حرف میزدیم از دهنمون حباب میومد بیرون و بعد دیدیم مثل شما هم بچه ها خندیدن. یواش 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 بارقه های امید اومد، چهره ها خندون شد، شروع کردیم با بچه ها دیالوگ کردن. بعد دیدیم که خمیر دندون بخوریم شاید خوشحال‌تر بشن، خمیر دندون هم خوردیم، بچه‌ها شروع کردن به خندیدن و ما موفق شدیم تو اون کمپ بچه‌ها رو
نجات بدیم نه ما خیلی از بچه‌ها فهمیدیم که نیاز این بچه‌ها چیه. من قرار بود 3 روز اونجا بمونم ولی 3 ماه موندم و آخر سر حوزه هنری اومدن کمپو کندن و بازم من نمیومدم و بیرونم کردن و گفتن دیگه باید بری سر خونه زندگیت. من روزی که از بم داشتم از چون بمم رفتم زلزله بمم بودم اونجا هزاران نفر رو دیدم که در چجور کشته شدن. وقتی از رودبال منجیل برمیگشتیم با خودم گفتم تئاتر رو بذار کنار. تئاتر برای یه جمع الیت که میتونم بیان در یه سالن محدود حرفای تو رو بشنوم. برو داستان نویس شو. از آقای جزینی استادم خواستم که من داستان نویسی یاد بده و داستان نویسی یاد داد و من شدم داستان نویس. بازم احساس کردم که این رنج ها و این آلام رو نمیشه از طریق داستان به مخاطب منتقل کرد. رفتم عکاس شدم و سالها عکاسی طبیعت کردم. بعد رفتم درختی که میگفتید. فیلمساز شدم. فیلمسازیم رها کردم. و 23 سال پیش روزنامه نگاری انتخاب کردم و شدم یه روزنامه نگار اجتماعی که باید از مطالبات مردم و از رنج‌هاشون می‌نوشتم یا از امیدهاشون. توی روزنامه نگاری همه مراحل طی کردم، از خبرنگاری تا سردبیری و چند سالی هم سردبیر ارشد کل مجلات همشهری بودم و 21 مجله همشهری که احتمالاً شنیدید، داستان، جوان، دانستانی ها، دیپلماتیک، خردنامه، همه زیر نظر من منتشر می شد. توی اوج قدرت کاریم بودم، تصمیم گرفتم که روزنامه‌نگاری برای همیشه رها کنم. روزنامه‌نگاری رها کردم همونجور که کارمندی رو رها کردم. من 22 سال کارمند دولت بودم و وقتی استارتاپم رو شروع کردم رفتم ارشاد کاغذ بگیرم. یه پیرمردی از زیر عینک نگاهم کرد، گفت کدوم مجله؟ گفتم شنبه. گفت خدا لعنتت کنه. گفتم برای چی خدا من لعنت کنه؟ گفتش که من یه پسر داشتم تو گوشش میخوندم که من بازنشسته میشم بعد از من بیا ارشاد. رفتیم مجله تو رو خوند، از راه به درش رفت یه شرکت زد، الان ورشکستشون قصهش من دارم میدم. بعد گفتم خب حالا یاد میگیره، تجربه میکنه، بزرگ میشه. گفت این حرفا رو نزن، تاشو درآوردم، خودت کارمند دولتی آب باریکه داری. فرداش رفتم استعفا دادم. من وقتی از روزنامه نگاری خداحافظی کردم اومدم یه استارتاپ در حوزه ای‌کامرس را انداختم و یه کمپانی در حوزه کانتنت. ولی یه نکته‌ای که بهش برخوردم این بود که رفتم همه روزنامه‌ها و مجلات ایرانی رو خریداری کردم، اومدم ورق زدم ببینم که من برای استارتاپم چه متریالی لازمه که یاد بگیرم از اونها. ورق زدم صفحه اول قیمت بورس، صفحه دوم سیمان، آهن، پتروشیمی، نفت و هیچی از استارتاپ ها، از اینکه سئو، مارکتینگ، تیم ورک، بیزنس مدل، هیچی دوش وجود نداشت. برند تبلیغات، برند استوری، هیچی وجود نداشت. و از اون برم تو کیوسک های روزنامه فروشی نگاه میکردم، میدونم که زده که استارتاپ های آمریکایی. بعد این بره نگاه میکردم زده بود استارتاپ های اسرائیلی. بعد با خودم گفتم اصلا کجا آمدی تو؟ نه دانش هست؟ و با این تیترایی که اینا میزنن اصلا سرمایه و پول ترسوی فرار میکنه. رو چی داری کار میکنی تو اصلا؟ برای همین گفتم بذار در کنار همین بیزینسی که دارم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، دیگه من نمیخواستم وارد مطبوعات بشم چون مطبوعات گذاشتم کنار، دیگه نمیخوام کار کنم. اومدم یه مجله پی دی افی رو انداختم به نام شنبه که شروع کردم به آموزش این که چطور استارتاپ راه بندازید و توش متریالایی که گفتم در حوزه‌های مختلف رو تهیه کردم. و شروع کردم به ساخت یک روایت مثبت از استارتاپ ها که استارتاپ ها رمز نفوذ نیستن، استارتاپ ها رمز پیروزی برای این کشورن. چون من روی نظریات پول ریکول کار میکردم و سردبیر مجله روایت هم بودم. پول ریکول میگه که در دنیا هیچ حقیقت و واقعیت وجود نداره، حقیقت و واقعیت میشه که من میگمه. شنبه متولد شد و الان در 30 استان جوان ها میخونن، ازش یاد میگیرن، منم یاد میگیرم همراه جوان‌ها و کش میکنیم. بعدش شنبه تیپ رو راه انداختیم، بعد آکادمی شنبه رو راه انداختیم، بعد تلویزیون شنبه رو راه انداختیم، رادیوی شنبه رو راه انداختیم، خبرگزاری شنبه رو، و شروع کردیم به توسعه دادن. بعد ایونتی به نام نون بربری رو راه انداختیم که هر ماه یه بار سرمایه گذارا و مدیران استارتاپ‌های بزرگ در اونجا حضور دارن با مسئولین دولتی. و بعد یلدای کارآفرینان استارتاپی رو راه انداختم که امسال 3000 نفر در 4 دورش همین
چهارشنبه اخیر شرکت کردم در اون سالن که 3000 نفر خودتون می‌دونید تو این اوضاع ناامیدی کشور آوردنشون خیلی سخته به سالن. ما خیلی خوب داشتیم پیش می‌رفتیم تو فضای اکوسیستم استارتاپی ایران، ولی واقعاش یه جایی همگی با سر خوردیم به دیوار و اون زمانی بود که ترامپ از برجام خارج شد. تحریم‌ها رو که ما عادت داریم، یعنی همه این سال‌های زندگی ما حساس بوده، 40 خورده سال حساس بوده، تحریم بوده، جنگ بوده، ولی اون چه که این بار اتفاق افتاد یک جریان ناامیدی عظیم بود که در کشور ما راه افتاد و من دوباره احساس کردم که من در منجیلم 29 سال پیش و دوباره برخوردم یه سری بچه‌های غمگینی که باید به اینها هم امید بدم. امید نه به مفهوم این که دلشون رو علکی خوش کنم و بگم نه تو میتونی مشکلات رو، نه، به این که باور کنن که میتونه این اتفاق بیفته. به دو دلیل معتقدم که ما باید امیدوار باشیم. یکی به دلیل خلاقیت تخریبگری که ما کارآفرینا داریم. ببین نظام سرمایه‌داری آدم‌ها رو به دو دسته تقسیم کرده، مثل یه هتل طبقه پایین کارگرا، طبقه بالا سرمایه‌دارا، که عمدتاً کارگرا راه به اون بالا نمیبرن و اون لوژ یا اون پنت‌هاوس مال اوناست. ولی تخریب خلاقانه‌ای که استارتاپ‌ها کردن، پولدارترین مرجع اون کیه؟ جف کیه؟ مدیر عامل آمازون. پدرش چیکاره بوده؟ دوچرخه ساز. امروز پولدارتر آقای جهانه، آقای پولدارهای جهانه. دومین پولدار جهان کیه؟ بیل گیتس کیه؟ مایکروسافت رو انداخته. باز هم سرور پولدارهای جهانه که تا سالهای سال رنگ اول رو داشت که یک سال خورده‌ای که جف چایر نشسته. یا عالی جنابان یا آقایان محترم مثل جک ما، مثل زاکربرگ، مثل استیو جابز، همه اینها نشون دادن که ما با یک خلاقیت تخریبگر باید بیاییم نظم نوین رو به هم بزنیم. به من گفتن از اینجا خارج نشم به خاطر اینکه صدا خراب میشه، ولی من اگه بخوام به شما بگم که کارآفرینی چیه، کارآفرینی اینه، یعنی که شما بتونید روال عادی جامعه رو به هم بزنید و اگر بخواید در همین دایره بمونید، همین آژانس باید راه بندازید و حمل و نقلتون باید اونجوری باشه، رستورانتون باید اینجوری باشه. ولی الان نگاه میکنید میبینید که استارتاپ ها اومدن مسئله دارن حل میکنن و بر اثر حل کردن مسئله و خلق ارزش یک ثروتی رو به وجود میارن. اگر ما، من امروز اینجا اعلام کنم که دوستان ازتون خواهش میکنم، همون بس که آقای دکتر داشتم، به من کمک کنید که من پولدار بشم. چرا باید به من کمک کنید که من پولدار بشم؟ ولی من اگر اعلام کنم که من یک آژانس هواپیمایی دارم راه میندازم و میخوام سفر رو برای تمام کودکان و برای تمام افراد محروم جامعه آسان کنم، آیا شما من کمک میکنید؟ پس ببینید، ما اول باید خلق ارزش بکنیم. وقتی خلق ارزش کردیم، عذر میخوام ازتون، مدفوع اون ثروته. ولی کسی که دنبال مدفوع بره، اونم گیرش نمیاد. ما باید خلق ارزش کنیم. نکته دوم، هر انسانی توی مقطعی از زندگیش توی دره مرگ میفته، دره‌ای که خیلی از ماها بدون اینکه بدونیم در اونجا زندگی میکنیم، زیست میکنیم و همونجا میمیریم. ولی عده کمی در جهان هستن که میدونن این دره رو باید بیان بالا و بالا موفقیت در انتظارشونه. منتها اون کسایی که موفق شدن، ببینید بعد از جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حتی جنگ 8 سال خودمون، نگاه کنید آدم های موفق چجوری اومدن بالا. آدم هایی بودن که 1 دقیقه بیشتر حرکت کردن. آدم هایی بودن که گفتن که فقط این بارم دیگه برم ببینم چی میشه اینها. تسلیم شرایط نشدن و از این شرایط عبور کردن و موفق شدن. من این تصویر مال روستایی که من توی رستم‌آباد کلورز داشتم و امروز تنها یادگاری که از اون دوران دارم. ولی میخوام قبل از اینکه در مورد این تصویر حرف بزنم یه تماس بگیرم و یه نفر مهمون کنم که با ما اینجا صحبت کنه. امیدوارم که آنتن بده و بتونیم باهاش صحبت کنیم. سلام.
هاشمی هستم، خوبید؟ قربونه شما. من روی صحنه تدم و دوستان صداتو میشنون، برام بگو عکستم روی سن هست. سلام به همه، روزتون بخیر. من نینا هستم و خوشحالم که از دور تو جمعتونم. حالا تابستون شد. یه لحظه صبر کن، دوستان دارم دست میزنم برم. تعداد زیادی از بچه ها سنهای مختلف تو کمپ های دستای عاطفه گذروندیم و اونجا با آقای هاشمی و یه سری از دوستایی که همراه ایشون بودن آشنا شدیم، که اومده بودن یه جورایی بار از اتفاقاتی که دوروبرمون افتاده بود یا حتی داشت می افتاد جدا کنن و یه از دنیای بزرگترهای که یه غم و بیپناهی خاصی توش موج می زد یه جورایی دورمون کنن. حضور تو این جمعی که تلاششون میکرد ما رو سرگرم و امیدوار نگه داره باعث میشد که حتی چند ساعت هم شده این فکرهای بد و ناامیدی از همون دور بشه. ولی سال گذشته بود که بعد 28 سال خیلی اتفاقی تو یکی از یادداشت‌های این مجله شنبه مگ بود به اسم آقای هاشمی برخوردم و تونستم پیداشون کنم. حقیقتش در حال حاضرم من خودم کارشناس ارشد مهندسی مکانیک هستم و مسئول سیکل ترکیبی موارد مهندسی ستاد شرکت مفنا که یه شرکت تو ساخت و طراحی نیروگاه تو ایرانه. اونجا هم که در صورت شنیدن صحبت‌های هاشمی و دوستای دیگه انگیزه و هدف‌های جدیدی رو تو زندگیتون ایجاد بکنه یا حتی کمک کنه که تو راهی که هستید موفق‌تر باشید. مرسی نینا جان، مرسی عزیزان، مرسی قربان تو، مرسی قربانت، مرسی مرسی. من به خاطر نینا امیدوارم و به خاطر همه نیناهایی که توی ایران هستن. مرسی.